و ما با هم توی سفر شمال رفتیم، معرفی کرد یکی از هتل‌ها بود خوشگل، گفت که اینجا مثلا میگن خیلی معروفه اینا، ولی این کارا انجام میشه و اینا، و منم که حواسم جمع بود، ولی خب میگم که دوست داشتم تو دل خطر برم ببینم چه خبره دور و برم، چه خبره دنیا، چه خبره، منم نمیخواستم قد چش و گوش بسته باشم، خیلی دنبال آگاهی هم من. دو نفر با این دو نفر که ماشین وایساد و اینا به قول خودشون مخ بزنن، ما سه نفر بودیم که من عقب نشستم، اونا جلو نشسته بودن، حتی قشنگ دستام هم اینجوری کردم رو من حساب نکنید، بعد گفت نه ما دوتا هستیم. و اینو میخوام بگم، داستان از اینجا شروع میشه که گفتن بریم هتل چیز بریم ویلا، ما ویلا داریم. بعد دیدم اصلا سر از بیابونی در آوردیم، اینا که گفتن 20 دقیقه، دیدم یک ساعت طول کشید تا ما رسیدیم ویلا، یعنی دو شب را افتادیم نزدیک سه رسیدیم. اونا جلو افتاده بودن ماشین دو آقایون و ما پشت سرشون بودیم. انقدر که ترس و وحشت رو توی چشمای من دیدن که یکیشون برگشت گفت نه ترس، هیچ اینجا با تو کاری نداره. که گفتم بیا بریم استخر. به شما گفتن؟ بله بریم استخر، که من حالا یه ناراحتی بود داشتم که من نمیتونم بیام. دهنه سرویس دیگه، دوستاتو به پوست خیار فروختی. اینا نمیدونم سکت فروش بودن با دو به سر سری اوکی شدن، و الان یه پریودی و راجب خودتو میخوای بگی و سانسور میکنی، خود سانسوری میکنی. باشه. گفتن بریم اتاق. به کی گفتن اینو؟ دیگه خودشون با چیز اشاره خودشون که بریم دیگه، مثلا بریم. دو تا آقا و دو تا از دوستای شما تصمیم گرفتن برن تو اتاق. آره. رخت خواب من آورد، گفت کجا راحتی بخوابی؟ گفتم همینجا مرسی. رخت خواب من پهن کرد، بعد دوستم برگشت گفت خوبه والا، ما میخوام بریم بریم، بعد رخت خواب اینو پهن میکنن، یه همچین چیزی هم برگشت گفت. میگم که پوست خیار فروخت، بریم بدیم، ها 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 ها، بعد میخنده، بعد یه پریود راجب خودشو نگفت. من حرفی ندارم، منم خوابم نمیبرد، استرس داشتم. و صبح ساعت 8 صبح که دیگه تموم شده بود همه چی، میخوام اینو بگم، حتی نگاه صورت هم دیگه نمیکردن. میدونی چی میگم؟ وای خیلی این موضوع دارکه و من رو یاد یه خاطره انداخت، اصلا خیلی فضای سم و بدیه واقعا. او احترام اولی که داشتن و مشروب بیار و غذا بیار اینا، دیدم اصلا یه صبونه هم ندادن، یه چایی هم ندادن. اصلا معلوم بود یکی اون پسرا فقط خودش بود زودتر از اینجا دریم. اما متوجه شدید که دوستاتون حالا بیزینسشون این بوده، پول میگرفتن از این راه؟ بله، منو دیگه نبردن، اصلا به من گفتن تو پایه نیستی که، میدونی چی میگم؟ بعد شروع میکردن حتی یه سری واقعا به منم غر زدن، یعنی چی مثلا ما اومدیم خوش بگذاریم، یه دنیا دو روزه، این چه جور مدلیه؟ من در حال درست کردن موم بودم، وایسا یاد حرف پوریا پوتک افتادم، با داشتش با یکی از اونلی فنس کارهای ایرانی صحبت میکردم، ویدیوشو دیدین یا نه میذارم براتون، یا داخل دیسکریپشن لینکو میذارم، یا حالا همین بالا میاد براتون. داشت صحبت میکرد باهاش، برگشت به دختره گفت خب شما تا حالا شده به یه نفر پیشنهاد بدی و دعوتش کنی که بیاد توی این داستان، بیاد مثلا اونلی فنس یه پورن استار بشه و از این داستان پول در بیاره؟ برگشت گفتش نه، من هیچ وقت به خودم اجازه این رو ندادم که بخوام این کارو بکنم. حالا دختره مثلا توی آمریکا داشت زندگی میکرد، تو قاره آمریکا بود. دوستمو شناختم، فهمیدم که مثلا چه جوریه این دوست، درسته در قالب دوسته. تا کی میخوای نداری و بدبختی و بیپولی بکشی بری برای یارو کارگری کنی؟ بیا اینجا شمال، سر یه سال نشده میلیاردر میشی، خونه ماشین همه چی اوکی میشه، تا کی میخوای بدبختی بکشی؟ تا کی میخوای زرج بکشی؟ اون تو زندگی اینجوری هم حتی با من صحبت میکرد. اشمام دوسته بهش میگفت بیا میلیاردر میشی. ببین اصلا جای شوخی نداره این موضوع، ولی من میخوام شوخی کنم. اوکی، اگر یه خانومی بخواد مثلا سکس فروش باشه و سکس بفروشه، نهایتا بتونه 20 روز رو کار کنه. حالا بگیریم هر 20 روزش رو بخواد کار بکنه، که یه ذره با عقل جور در نمیاد، چون فاصله یکی دو روزه بین هر بار رابطه جنسی وجود داشته باشه. و اگر یه خانوم بتونه با 20 روز سکس در ماه میلیاردر بشه، یه پسر میتونه با 30 روز در ماه مولتی میلیاردر بشه. خیلی ها اصلا با پسر اوکی هن، یعنی
قضیه دیوار این بود که من خودم اومدم تهران دنبال کار میگشتم، مثلا زنگ میزدم کار میخواست به شرایط من میخورد، سریع به من میگفت واتساپ عکس قد وزن همه چی بفرست. من تا میشنیدم میگفتم این کار نمیخواد دیگه. واقعا اینجوری بود که نه عکس میفرستادم نه هیچی، بلاک میکردم، بیخیال میشدم. افرادی هم هستن اینطور شخصیت ها که هم زن دارن هم بچه دارن هم تعهد دارن به زندگیشون، ولی باز هم از این کسافتکاری ها میکنن و تنها یک دلیل داره این اتفاقات وقتی داره در این حد و این حجم رخ میده داخل کشور. وقتی یک کشوری به خاطر افکار دینی و احکام دینیش میاد الکل رو حذف میکنه، میاد کاباره ها رو حذف میکنه، میاد کلاب ها رو حذف میکنه، فساد توی بدنه شهر دیده میشه. این خانوم وقتی که میخواد بره کار کنه نباید همچین پیشنهادایی بهش داده بشه. اگر کاباره وجود داشته باشه، اگر کلابی وجود داشته باشه، افرادی که سکس میفروشن اونجا میرن، مردهایی هم که دنبال این داستانن اونجا میرن و این داستان همونجا تموم میشه و کسی هم که میخواد کار بکنه سر کارش میره، نه اینکه توی محیط کار به فکر کاباره باشن، به فکر سکس باشن که سکس رد و بدل بشه توی این داستان. دختر یا پسری که میخواد سکس بفروشه اول از همه با خودش حل کرده این موضوع رو و علاوه عصبی و سیستم فکر با این قضیه کنار اومده که آقا من میخوام سکس فروشی کنم و از این داستان پول در بیارم و اگه کسی بهش پیشنهاد بده شب میتونه بخوابه و این موضوع رو فراموش کنه چون خودش به خودش حل کرده این موضوع رو. ولی کسی که فراموش کرده بدنی داره که میتونه ازش پول در بیاره، به فکر پول در آوردن از راههای متفاوته. خب به اون فرد وقتی تو پیشنهاد خرید سکس رو بهش بدی یا بهش که سکس به من میفروشی، خب معلومه که زن نمیتونه شب رو بخوابه، روانش به هم میریزه و شاید بعد چندین سال بیاد یه همچین موضوعی رو مطرح کنه و زخم قدیمیش رو باز کنه. یه سری حالا من دیدم زده بود یه چیزای دیگه، ولی اکثرا که خدمات خانم میخوان برای تمیز کردن خونه دقیقا دلیلشون همینه، اصلا آگاهی کار نیست که بری خونه تمیز کنی. دخترم هم بهم اطلاع داد گفت مامان اینا حتی عکس هم میذارن، مثلا زده که آگاهی کار خونه میخوان ولی عکس تخت خواب و اتاق خواب رو گذاشته بود. خب این چه ربطی به کار خونه داره؟ فکرشو بکن دخترت اینقدر بزرگ باشه که عقلش برسه و تو برگرده به تو چی بگه؟ بگه این اصلا به دنبال این نیستش که تو بری خونش رو تمیز کنی یا به دنبال رابطه جنسیه. کشورهایی که درگیر افکار و احکام دینی شدید و تعصبیان، خب همین میشه وضعیت کشور. یک دختر بچه چرا باید بدونه مرد دیگه‌ای حاضره به خاطر اینکه با مادرش در ارتباط باشه، رابطه جنسی داشته باشه با مادرش، با ناموس خودش، حالا ناموسی کلمه اشتباهیه، من تعلق قشنگ‌تره، تعلق داشته باشه به مادرش، این موضوع رو بدونه و بشنوه و با این موضوع شب رو سر کنه، شب رو صبح کنه. وقتی که احکام اسلامی به جای قانون اساسی باشد، دقیقاً به همین شکل می‌شود. در جمهوری اسلامی ما کتابی داریم که روی جلدش نوشته شده قوانین اساسی، ولی جلدشه که میزنی اونور ورق یک ورق دو، کل محتوای اون ورقها که حالا چندین صفحه است، کل اونا احکام اسلامیه. ما داریم در جلد قانون اساسی احکام اسلامی رو زندگی میکنیم. درسته که نبوده کاباره یا همون کلا و یا نبوده در اساس نبودن الکل باعث میشه که مردها و زنها از فساد مستقیم جلوگیری بشه ازشون، ولی افرادی که به دنبال این موضوعات هستن از هر راهی هم شده نفوذ پیدا میکنن به این موضوعات و اون افرادی که مریضن و نفوذ پیدا کردن خواه ناخواه بقیه جامعه هم آلوده میکنن. ببینید یه موضوعی هست که این حرفا رو وقتی که من توی این سن میفهمم، خب خیلی های دیگه این موضوع رو میفهمن، ولی نون توی نفهمیدنه، میدونی؟ بحث چیز دیگه است. مگه میشه مثلا ما اینجا توی یه برنامه یوتیوبی که 2000 نفر هم ساب نداریم میفهمیم چی داریم میگیم؟ شما متوجه این داستان میشی؟ بعد کسایی که توی رأس حکومت هم مثلا متوجه این موضوع نشن، مگه میشه؟ خب نون توی این داستانه، احتمالاً نون توی ناگاه بودنه، نون توی فساده. و اون دوستتون هم که در واقع شما رو برده شمال، به نوعی خواسته به شما کمک بکنه. بله آقای محسنی، من میخواستم ثابت کنم
به آدم ها، به همسن و سالای خودم و امثال خودم، اگه زنی جدا شده، اگه زنی مستقل شده، بهانه ای نداره برای بری خودتو آلوده کنی. خیلی از خانواده ها هستن و خیلی دارم پرحرفی میکنم، خیلی از خانواده ها هستن به این باورن که آی اگر یک فردی قبلا ازدواج کرده بود پسر من نباید با اون ازدواج کنه. و مثلا ازش میپرسید چرا؟ نه دیگه اون دیگه دختر نیست، اون دیگه زن شده، بیا من برات یه دختر انتخاب بکنم تو با اون ازدواج کن. بعد میری آمار اون دختر رو میگیری، میبینی مثلا هزاران بار مثلا با دوست پسرش، با دوست پسرش اصلا، با 10 تا دوست پسرش اصلا چه فرقی میکنه، رابطه معقدی داشته. خب ببین کدوم بهتره، اینکه رابطه معقدی طرف داشته باشه یا اینکه رابطه درست جنسی داشته باشه؟ 100% این گزینه اصلح تره. اصلا حرفم این نیستش بگم دختری که رابطه جنسی داشته باشه وا این جوریه وا اون جوریه، نه من مثل خیلی گاو نیستم واقعا، چه خیلی نرماله این داستان، واقعا حل شده است. حالا بعضیا میخوان این قضیه رو حل نکنن، دیگه میتونن در هزاران سال پیش زندگی کنن، ما نمیتونیم از هزاران سال پیش اینا رو مثلا بکشونیم بیاریمشون توی سال 2024 که بیاریمشون توی ایران 1403 که. حرف من اینه که رابطه جنسی باید از راه درستش اتفاق بیفته و اصلا نگاه زن ستیزانه نسبت به این موضوع، به خاطر اینکه بدن مرد قوی تر از لحاظ جسه‌ای، اون حالت زورگویی، اون حالتی که من میتوانم تو نمیتوانی، یه همچین شکل و ظاهری گرفته به خودش که آقا من میتونم قبل ازدواجم با دختر دیگه رابطه داشته باشم ولی همسر من نباید، ولی همسر من نمیتونه. خب بیناموز، همون چیزی که برای تو 13 سال اومده بیرون برای اون 13 سال رفته داخل، تو چه فرقی داره آخه؟ بی وجود. فحشایی که میدم افرادیه که مثلا بالای 25 سالن یه همچین افکاریو دارن و من خودم مثلا تا 2 سال پیش اینجوری بودم که وای آره باید اینجوری باشه، اگه غیر از این باشه من اصلا ازدواج نمی‌کنم. ولی وقتی سنم بزرگتر بیشتر شد متوجه شدم که آقا خیلی از رفتار و افکار من اشتباهه و خودم دست به تغییرشون زدم. من اگر بی احترامی میکنم منظورم کسایی که زیر 25 سالن نیست، کسایی میگم که بالای 25 سالن و این شده سبک زندگیشون. وقتی هم که تو نگاهت یه نگاه محدود کردن باشه به یک خانوم، خب اون خانوم به بهترین شکل ممکن یاد میگیره چطوری کارهایی که میخواد رو انجام بده، ولی از چشم بقیه و از چشم تو، حالا نمیگم پنهون باشه، به چشم تو خوب جلوه کنه، یه همچین چیزی. واقعا تأسف میخورم که یه سری از آزادی های نرمال که باید هر گروه و هر قشی از دنیا داشته باشن، دختر پسرها ایران زمینمون ندارن و این خیلی غمگینه. البته این رو ما میسپریم به نسل بعدی که کار خودش در میاره، میدونی بچه های دهه 80 که در حال حاضر افکار ایران پرستی دارن به خاطر تربیت درست پدر مادرای دهه 70 و دهه 60 بوده. دهه 60 کم رنگتر ولی دهه 70 پررنگتر. بهتون قول میدم بچه هایی که از پدر مادرهای دهه 80 متولد میشن و به بلوغ فکری و جنسی میرسن خیلی متفاوت تر از ما خواهند بود. اینم از آخرین حرف، امیدوارم که توی کامنت ببینمت، نظرتو با هم به اشتراک بذار. تا یه ویدیو دیگه تو رو به خدای ایران میسپرم. پاینده باد ایران.